سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی امیدوارم حال همتون خوب باشه سالم و سر و سلامت باشید در محتوای گذشته خدمتون عرض کرده بودم و قول داده بودم که محتوایی که مربوط به مسیح علی نجات هست رو خدمتون حتما تقدیم خواهم کرد محتوای مربوط به خانم علی نجات تقریبا آماده هست اما از اونجایی که به حال ما سعی میکنیم که مباحث کلاب هاز رو به صورت خیلی سریع و روز خدمتتون رو تقدیم بکنیم اتاقی برگزار شد به همت آقای شمس و خانم فروغ در کلاب جبهه نجات ملی ایران اگر اشتباه نکنم و آقای مشتبا واحدی و کارشناسان دیگر در این اتاق حضور داشتند پیرامون چند دستگی و انشقاق در بین اپوزیسیون و راه های اتحاد و همبستگی دوباره نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در این اتاق آقای ایمان سلیمانی امیری هم حضور داشتند و علا اینکه این که حال موضوع مورد بحث و تاپیک چیز دیگری بود ناخواسته آقای واحدی و ایمان سلیمانی امیری به صورت مناظره تور در ارتباط با مبحث وکالت به شاهزاده رضا پهلوی که اگر خاطرتون باشه در اون دوره آقای مشتبا واحدی از بکالت دادن حمایت کردن و خودشون هم بکالت دادن به شاهزاده و یکی از منتقدین جدی این پروژه و پروسه آقای سلیمانی امیری بودند در این ارتباط و در ارتباط با مشی دین ستیزانه آقای سلیمانی امیری و انتقاداتی که به دیانت و دینداران آقای امیری همیشه داشتند بحث خیلی جدی و طولانی در میگیره که بنده این بحث و مناظره رو آماده کردم و خدمتتون میخوام تقدیم بکنم در ارتباط با موضوع مورد بحث اتاق یعنی انشقاق در بین اپوزیسیون و دو دستگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راهای اتحاد و همبستگی این نیروها حتما سعی میکنیم محتوای دیگری رو خدمتتون تقدیم بکنیم دکتر حسین قاضیان هم در اتاق حضور داشتن و به اتفاق مشتبا واحدی تحلیل های بسیار خوبی پیرامون موضوع مورد بحث داشتن اتاق طولانی هم بود نزدیک به هفت ساعت گمان میکنم این اتاق زمان برد و ما حتما سعی میکنیم در این کانال یا کانال دوم قسمت های مهم موضوعات مورد بحث رو خدمتون تقدیم بکنیم اما این محتوا در ابتدا کمی به موضوع مورد بحث ارتباط پیدا میکنه و پس از اون میریم و با همدیگه مناظره ای آقای واحدی و ایمان سلیمانی امیری رو گوش خواهیم کرد بریم بحث رو شروع کنیم هر جایی که لازم توضیح باشه من در خدمتتون خواهم بود ولی ببینید اتفاقی که امروز داره میفته دقیقا تکرار سال 57 هفته دقیقا تکرار سال 50 سال 50 چه اتفاقی افتاد آقای بازرگان آقای خمینی آقای شریعت مداری بسیار از افراد هر کدوم فکر میکنن که دارن از طرف دیگهشون سوء استفاده میکنن به قول خودشون استفاده بهینه میکنن که از شر حکومت شاه راحت شن بعد بازرگان و امثال بازرگان فکر میکنن که خمینی که قدرت اداره مملکت نداره بذار از محبوبیت خمینی از کاریزمای خمینی استفاده کنیم شاه بندازیم بیرون خود خمینی هم که اخوند لاوا دروغ نمیگه گفته من اصلا میرم قم میشینم روحانیین در سیاست دخالت نخواهند کرد بعد ما هم که در رأس یه دولت تکنوکرات تشکیل کارو پیش میبریم. خمینی چی فکر میکرد؟ کمونی فکر میکرد که با عوامل خودش مثل رفسنجانی و نمیدونم فضل الله محلاتی و خلخالی که نمیتونه دنیا رو قانع کنه جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسن. باید یادم فکر کرواتی نسبتا خوشنام بیاره، بزار اونجا و بازیش این بود که از مرحله که اورکت بزنه بنده خود رد کنه. و همین کارم کرد. کمونیستا فکر میکنن که حالا خمینی گفته کمونیستا ما با بیا به دست خمینی به حکومت برسیم بعد پدر خمینی در میاریم. و خمینی هم فکر در مورد این قصه الان داره دوستان به سراب خیلی آشکار داره تکرار میشه به همین جهت میبینید که بعضی از افراد خیلی زود دستشون رو میکنن به محض که احساس کردن در این تجمع در این تجمیع در این تشکیلات نمیتونن اهداف شخصی پیش ببرن میپرن به تشکیلات دیگه در حالی که اختلاف نظر بسیار زیاده من یه نمونهش خدمت شما میگم ببینید دوستان یه منشوری در این جمع نوشته شد من خیلی ناراحتم این حرفا رو دارم میزنم یعنی واقعا من خودم از کسانی بودم که گفتم این شورا نه شورای انقلاب نه شورای رهبری انقلاب نه از کل ملت داره ولی گام مفیدیه وقتی که منشور نوشته رو گفتم منشور مفید ولی اراده من بهش گفتم از جمله گفتم آقا این منشور قراره که یک نمای کلی یک شمای کلی برای پیشبرد اهداف رو ارائه بده این که شما میاد توش میگی اف ای تی اف یعنی چی شما با چه در واقع مشروعیتی با کدام نمایندگی با کدام به کار از مردم حرف میزنی اصلا مجرد از اینکه اف ای تی اف اما اگه شما ببینید در این مشروعیت حتی اف ای تی اف رو به پس چرا در مورد پرچم صحبت نمی کنید که مهمتر از اف ای تی اف چرا در مورد زبان رسمی صحبت نمی کنید نمیگم میگی زبان رسمی میگی آقا زبان رسمی باید تا باشه ولی حاضر نیستید بگید اما در مورد اف ای تی اف میگید خب چون مبنا وجود نداره چون پرنسپ نیست فقط برای خودنمایی همون آقایی که طراح مسائل بوده میره وای میسته توی فلان با اون آقای عکس یادگار میگیره که اون به طور کلی میگه FATF توتعه توطئه استکبار جهانی علیه سوسیالیسمه اما من تردیدی که دارم اینه که دو تا تردید دارم یک این که بسیار از افراد واقعا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشن من نسبت به این تردید اساسی دارم دوم همه ای کسانی که واحدی هایی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند دغدغه دق برای براندازی جمهوری اسلامی به این خاطر باشه که ایران به رفاه برسه ایران نجات پیدا کنه ایرانی ها به کمالی برسن من در این دو تا تردید اساسی دارم هستند کسانی که دارن جان فشانی میکنن به خصوص کسانی که در داخل کشور هستن ادعی هم در خارج از کشور هستن. که حداقل کسانی که ثابت کردن منفعتی برای امروز و آینده ندارن اما به صورت در واقع اکثریت قاتش مربوط به کسانی داخل کشور هستن که از زندان هم که میان بیرون مردم داشتم یه کلیپ از خانم سهیلا حجاب میدادم بعد از مدتها بهش مرخصی درمانی دادن برای عمل جراحی زانو میاد وای میسه شجاعانه فریاد میزنه علیه جمهور اسلامی عزیزانم انقلاب از درون آدم ها شروع میشود درونی که خالی است از اعتقادات ساده جهل کودکانه و تعصب کورکورانه درون آدم های ستم رنج کشیده و دردمند بیدار کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهای اسارتشان و درک اسارت آغاز آزادی است درون این انسان ها همیشه منقلب است زیرا هر روز این آدم ها مبارزه است برای آزادی آزادی برای انجام کاری یا خلاصی از شهر چیزی عزیزانم انقلاب از درون آغاز می شود برای همین همیشه باید چیزی درون خود روشن نگه دارید شوری شغلی روزنی، ای نوری که با آن سر پا بیستید و آن امید هست یک پیغام برای مخالفان جدی نظام کنونی وظیفه شما این است عبور از اقده های شخصی و گروهی خودداری از پرداختن به مسائل حاشیه به عنوان بحث سیاسی و دوری از وسوسه انتقام است. ارائه راه خطهای واقع بینانه برای رسیدن به آزادی و درک این نکته که هر فرد با هر مسلک و مرام سیاسی در تأمین این آزادی نقش دارد و این یعنی بازگشت به هویت در برابر هویت جری که سال پنجه برای ما ساختند تقریبا شما روزی را نمی بینید در کشور که با تظاهرات اعتصابات و نبرد فکری و قلمی نظام حاکم به چالش کشیده نشود یا بسیار از افرادی که میدونستن در معرض خطران حرف میزنن و میرن زندان از داخل زندان پیام میرسن خانم سویل خانم فاطمه سپهری گلرخ ایرا، ایرایی نمیدونم آرش صادقی محمد نوریزاد هر از نهله های مختلف فکری اما این بر ماجرا من تردید دارم یک معتقدم و روز به روز در این اعتقادم راسختر میشم که بسیاری از افراد به وجود همونطوری که خامنه ای به که آمریکا نیاز داره برای اینکه از طریق دشمن دشمن گفتن مثلا به خیال خودش نیروهاش حفظ کنه که روز به روزم دارن همین پیروان این نوع گفتمان خامنه هم ریزش میکنن در این ور ماجرا هم یه نیاز دارن به یه جمهوری اسلامی تو سریخور ضعیفی که نه قوام بگیره تثبیت بشه یک دیکتاتوری مستقر واقعی بشه که اگر بشه بسیاری از رسانه هایی که خارج از کشور دارن کار میکنن بسیاری از اتاق فکرها کم کم کارشون رو تعطیل میکنن یا پیتیرار میکشن پایین پول زیادی که ندارن خرج کنن نه دنبال این که جمهوری اسلامی بره چون اگه جمهوری اسلامی بره دکان خیلی بسته میشه من این تردید اساسی رو دارم و به همین ارز عرض میکنم ما اگر میخوایم بحث کنیم باید در مورد با کمال تاسف بگم نه در مورد اکثریت مردمی که آقای دکتر قاضی نشاره کردن که اون اکثریت دنبال یک هدف واحد بودن چون حالا ایشون عبارت محترمانه گفتن من با زبان خودم میگم اقلیت هایی که فکر میکنم خیلی آدم مهمی هستن سعی بر مصادرهش داشتن این تلاش برای مصادره اون همبستگی رو هم دچار اخلال کرد من صحبتم اون افرادی نیست که در داخل کشورن اینکه میگم اقلیت اقلیتی در خارج وجود داره که مثل مردم هستن و متاسفانه به لحاظ عددی نه به لحاظ نفوذ یا به لحاظ اعتبار به لحاظ عددی اکثریت وجود داره که اصلا منفعتشون در رفتن جمهوری اسلامی نیست و اگر هم منفعتشون در رفتن جمهوری اسلامی باشد هدفشون با کسانی که دنبال آزادی و آبادی ایران هستن یکی نیست من تردید دارم در این مورد و میگم متاسفانه نشانه هایی هم برای خودم دارم بعضیش گفتم بعضیش نگفتم که نشون میده که اینها اصلا بحثشون بحث ایران و ایرانی نیست که تازه میگم خیلیشون اصلا بحث رفتن جمهوری اسلامی نیست همونطور که معتقدم بسیار از دولت های خارجی که تظاهر میکنن به مخالفت با جمهوری اسلامی اصلا دنبال رفتن جمهوری اسلامی نیستن این موضوعیه که من تصور می‌کنم از من خوشبختانه آقای دکتر قاضیان هم تلفیق ایجاد کردن بین مبانی تئوریک و مصادیقی که وجود داره اشاره کردن به اون چه اتفاق افتاد البته ایشون همیشه نگاه با یک نگاه تئوریک و علمی هم به موضوع نگاه میکنن حتی به مصادیق ولی من تصور می‌کنم اونی که هم برای مخاطبان این اتاق هم برای دیگران سوال در گوش ذهنشه اینه که چرا اون ریشه ها چه نتایجی اون ریشه های حالا جامعه شناختی ریشه های نمیدونم تاریخی های فرهنگی ریشه های عقیدتی مذهبی هرچی هست چرا به این نتایج رسیده و چه بکنیم که ما که آدم ها رو نمیتونیم تغییر بدیم یعنی ببینید دوستان عزیز واحدی با در م... آستان 60 سالگی که دیگه قابل تغییر نیست واحدی این واحدیه اما چه بکنیم که تاثیر واحدی ها کم بشه خیلی متشکرم اگر ما فرض کنیم کسانی که از آقای پهلوی و پهلوی حمایت میکنن در شرایط فعلی همشون همون کسانی هستن که خواهان سلطنت هستن خواهان حکومت تداوم حکومت پهلوی هستند بله حرف درست هم یعنی یک معارضه جدی وجود داره زمین که در همونجا هم ممکنه خیلی از افرادی که طرفدار انقلاب بودن پشیمون شده باشن یا برعکس کسانی که طرفدار سلطنت بودن پشیمون باشن اما من بسیار از افرادم دارم بسیار از افرادی که در اتاقهای مختلف صحبت کردن در جای مختلف صحبت کردن جمهوری خواه هستند و میگن شاهزاده رضا پهلوی میتونه نقش همون کننده کنه ببینید اینکه ایشون میتونه یا یعنی نه حالا منم حداقل در همین اتاق های کلاب هاست مطمئنم دوستان صدها بار از من شنیدن که از نظر من شاهزاده رضا پهلوی در بین نهله های مختلف اپوزیسیون محبوب ترین فرد هستند اما کارآمدترین فرد نیستن یعنی من بارها گفتم گفتم اما این امکان وجود داره که با تش... یک تشکیلات این کارآمدی هم حاصل بشه حالا ممکنه اصلا هر دوش از نظر بعضی غلط باشه من برای خودم نشانه هایی دارم که فکر می کنم ایشون در بین نهله های مختلف اپوزیسیون محبوبیت بیشتری دارن بار هم گفتم اون حرف بعضی از افراد که ایشون امید 85 میلیون ایرانی ایشون 80 درصد ایران طرف داشت اونم قبول ندارم ولی معتقدم که درصد هر از دیگران بیشتره اگر فرض رو بر این بذاریم که هر کس طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی میکنه اولا پادشاهی خواهه ثانیا پادشاهی رو متمرکز در وجود آقای رضا پهلوی میبینه از اون بر هر کس الان اطراف مهندس موسوی همچنان طرفدار انقلاب همچنان طرفدار حکومت ناشی از اون انقلاب بله اصلا نه اینکه سخته غیر ممکن میشه ولی من معتقدم که بسیاری از نگاه ها بسیاری از قضاوت ها بسیاری از ایدئال ها بسیاری از آرزوها ریخته الان و واقع بینی داره به جامعه برمیگرده خیلی از افراد طرفدار مهندس موسوی هستند اما طرفدار حکومت ناشی از جمهوریس حکومت جمهوری اسلامی هستن کما اینکه خود مهندس موسوی میگه نظم موجود که جوابگو نیست حالا ممکنه که بگه آقا نباید اعتماد کردن یه بحث دیگه است من دارم بحث اصلا شکلی میکنم بحث ماهوی ندارم که آیا آقای مهندس موسوی آقای رضا پهلوی قابل اعتماد هستن یا نه اما چون بحث شکلی که مطرح شد اینکه آیا کسانی که طرفدار رضا پهلوی هستن الزاما همشون دشمن خونی انقلاب و جمهوری اسلامی من در این تردید دارم یا حداقل اینکه از اول دشمن خونی بودن تردید دارم ممکنه افراد بودن طرفدار انقلاب بودن الان هم هنوز میبینید که از اصل انقلاب دفاع میکنن ولی میگن منحرف شده یه سری میگن از میگن اشتباه کردیم مثل خانم شیرین عبادی میگه می که ما عقل نداشتیم که انقلاب کردیم اینکه حالا میگم ممکنه که بگه آقا این حرف صادقانه هست یا نه ولی من میگم ما, می ما بیش از بروز و ظهور بیرونی افراد جای در واقع منبع دیگه برای قضاوت نداریم مگر خلافش در مسائل مختلف ثابت بشه پهلوی چی کم بود انقلاب کردین خیلی کم بود کم من اون تعارض خیلی جدی که آیه قاضیان میگن یا حداقل من از حرفشون برداشت کردم نمیبینم که بگیم که به هیچ وجه نمیشه کسی جمهوری خواه باشه کسی حتی در یک دوره طرفدار انقلاب بوده اما الان ام، امکان مثلا بهرهگیری از جایگاه رضا پهلوی رو در پیش برده اهداف انقلاب نداشته باره. انقلاب فعلی نداشته باشه و برعکسش نمیتونم بگم همه کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن الزاما با هر نوع تحولی که بعد از انقلاب شده مخالفن یا این حداقل برای من ثابت نشده که همه کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن طرفدار سلطنت باشن یا طرفدار مشروطه باشن یا طرفدار پادشاهی باشن کمان که خود ایشون هم بارها گفته که من جمهوری رو ترجیح میدم به همین جهت من عرض میکنم مد فعلا هر روز بس نداریم که این فرد راست میگه یا دروغ میگه این فرد قابلیتش داره یا نه من میخوام عرض کنم اون نکته ای که های دکتر گفتن که کنار هم قرار گرفتن این ها خیلی نزدیک به غیر ممکنه من این غیر ممکن نمیدونم عرض میکنم شاید محقق شدنش به دلایل مختلف از جمله بعضی از درواسی ها از جمله وحشت از هو شدن ها و مسائل مختلف سخت باشه و من اینو غیر ممکن نمیدونم تا این لحظه تا این لحظه دارم عرض میکنم اصلا هم از اظهار نظرهایی که دوستان میکنن عصبانی نمیشم ناراحت هم نمیشم بگن دوستان نظرشون بگن تا این لحظه تصور میکنم مثلا راهی غیر از این فعلا نداریم شما ممکن این راه 100 سال طول میکشه بسیار خوب ولی من میگم ما حداقل در افقی که در پیش رو میبینم افراد مختلف امتحانشون پس دادن و بگم این هست دوستان چون نوشتن که نظرت رو در مورد فکر کنم که مثلا من شیفته کسی هستم نظرت رو در مورد تجمعات مشروط خواهان یا پادشاهی خان در لندن بگو من نظرم صریح گفتم شعارهایی که در وصف خانم یاسمن پهلوی دارن محکوم کردم تا همونطوری که عقده‌گشایی عقده‌گشایی که قبلا علیه ایشون شد رو محکوم کردم هم شعارهای بسیار عاشقانه بسیار سخیفی که دیروز دارن که نمیدونم عشق کیه که یاسمن پهلوی از نظر من محکومه همون کثافتایی که میون مسائل غیر واقعی یا مسائل شخصی افراد رو اونطور درش من رسما گفتم اشاره کردم دیروز از نظر خود من حرکت اصلا قابل همون طوری که پرچم های عجیب غریبی که در تجمع اونوری بود و دوستان عمدن چشش رو میبندن و نمیبینن از اون از نظر من من نمیفهمم پرچم اسرائیل در دست ایرانیا در تظاهرات لندن چه مفهومی داره یعنی میگم این چیزایی که وجود داره من نظرم خیلی سریح دیشب در یک ویدیو یک ساعته گفتم حالا دوستان دلشون میخواد به دستور یا برای خوشایندی کسی که خیلی دوستش دارن این حرفا رو بزنن بزنن مشکل نیست ولی ذهن که افراد منحرف نکنید شجاعانه انتقادتون رو بگید بنده هم حتما در حرفا میرات هست هر جام اینو تا بال ثابت کنم هر جام احساس کنم اشتباه کردم میگم تا این لحظه نه در مورد صحبتایی که در مورد خانم علی نجات گفتم احساس میکنم اشتباه کردم نه در مورد وکالتم هر موقع احساس کنم اشتباه کردم حرفا پس میرم بعد مثلا مگه من معیارم دوستان عزیز شما حرفو بشنوید این که حالا واحدی یک روز وکالت داده بوده بسیار خوب شما هم یه روز تو ایران داشتی کاسبی میکردی خیلی متشکرم در حالی که کارزار ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل و خارج و کشور با راهپیمایی و اعتصاب و اعتراض ادامه داره نشانه های اختلاف نظر بین گروه های اپوزیسیون بیش از پیش در حال پدیدار شدنه این تفاوتها بعد از خروج حامد اسمایلیون از های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی از گروه همبستگی آشکارتر شد و در قالب شاردهی گروهی از ایرانیان علیه او در راهپیمایی لندن هم خودش رو نشون داد تصور که یکی از مشکلات عمده ما اینه که حالا به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی و سواد و این حرفا ما در تشخیص در تشخیص منافع واقعی و به خصوص منافع دراز مدت خود مشکل داریم چون مشکل داریم و منافع رو یا چه چیزی که حتی شاید منافع نباشه جزء منافع خودمون میدونیم بر اساس اون منفعت سنجی از آخر شروع می‌کنیم به آخر یعنی من منفعتم رو در این می‌بینم که مثلا جمهوری اسلامی بیاد چون جمهوری اسلامی رو تأمین کننده منفعت خودم میدونم میرم دنبال دلیل براش میگردم نه اینکه بیام جمهوری اسلامی رو ارزیابی کنم تحلیل کنم ببینم آیا منفعت من رو تأمین میکنه یا نه چون از اول تصمیم گرفتم که فکر کردم براست منفعت سنجی من جمهوری اسلامی برام خوبه میرم دلیل براش پیدا میکنم اون یکی فکر کنه پادشاهی خوبه اون یکی فکر کنه که مثلا مجاهدین فدرالیست هر عنوانی که هست ما تو این دکتر قاضی خیلی مشکل داریم بحث امروز و دیروز هم نیست شما خیلی از ما در طول تاریخ نگاه میکنیم بعضی از اقداماتی که انجام شده نمیتونیم بگیم همه خائن هستن که نمیتونیم بگیم که همه مثلا دشمنی با خودشون داشتن چون بعضی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم قبل از اینکه دشمنی با کسی دیگه باشه خودزنیه دشمنی با خودمونه مشکل اونی که عرض کنم از آخر شروع میکنه من این مثال بارها زدم با اینکه حالا دلم نمیخواد اسم کسی رو به صورت خاص بیارم اما نمونه که من <تص> به نظرم میرسه آقای اکبر گنجی آقای اکبر گنجی در یه دوره در سال 77 و 78 و 79 تشخیص میداد که شیطان بزرگ هاشمی رفسنجانی باید اونو بزنه میرفت میگشت تمام جاها رو زیر روم میکرد جمله از رفسنجانی پیدا کنه که ثابت کنه رفسنجانی آل جناب سرخپوش و آل جناب سیاپوش و آل جناب قهوه‌ای حرفاست یه دوری تصمیم میگه که نه رفسنجانی منجی عالم بشریته برید ببینید استدلال هایی که میکرد که بعد مثلا به رفسنجانی رای داد چی بود و امروز به این نچرسی که باید هر جوشه شاهو بزنه میره میگرده خیلی هم ماشاءالله حوصله داره حتی <applause> فکر میکنم برای سن هم لازم و برای اینکه بعضی از مشکلات رو رفت کنیم بخش های خاطرات علم رو میخونیم یه پخش میکنه مثلا مثل که من گفتم آقای محمد رضا شاه پهلوی قدیس بوده اصلا نمیدونم پاپ بوده به هیچ وقت گرایش جنسی نداشت حالش میخواد ثابت کنه که به علم فلان حرف زده یعنی از صبح تا شب کارش شده این چرا چون تصمیم گرفته شاه رو بزنه دارو که برای زدن شاه اگر واقعا کسی میخواد شعار بزن اول میاد کارش شاه رو بررسی میکنه از پایین میره بالا میگه آقا شاه به این دلایل بده دیگه لازم نیست تو که قسمتی که حالا مثلا نیاز داری بعضی از مثلا ضعف جنسی خودت رو جبران کنی که تابایی بخونه که تحریک بشه که لازم نیست این کارا رو بکنی برید دوستان عزیز علت که اسم میارم من, من اینکه کارش به ابتزال کشیده وگرنه همه ماها اشکال داریم ایراد داریم اگر ما تصمیم بگیریم و این کار رو بعد افرادی مثل دکتر قاضیان کمک کنن انجام بشه که از ابتدا به انتها بریم نه از انتها ابتدا بریم میگم که تصمیم نگیریم که ثابت کنیم که رضا پهلوی بده یا خوبه بعد براش مستند جور کنیم ثابت نکنیم که سوسیالیست بده یا خوبه ثابت نکنیم روسیه ببین یه سری در قضیه جنگ اوکراین یه در از اول تصمیم گرفتن به ای نحو کن از روسیه دفاع بکنن یه ده تصمیم گرفتن به هر طریقی هست بگن همه تقصیر گردن روسیه است به همین شما قضاعت... اصلا قضاوت وسط نمیگن فقط آقا بله فلان کار اوکراین اشتباه بود یا از این چپ ها هیچشون شما نمیگن نمیگن آقا فلان کار روسیه اشتباه بود تمام هم و غمشون که ثابت کنن روسیه حق داشت این کارو بکنه یعنی الان هم که خود روسیه یه جاهایی داره کوتاهی میاد اونا بل نمیکنن و در میگم تعبارات مختلف در داخل در خارج از کشور مسائل هست کسانی که حالا اگر اسم شاه رضا پهلوی رو میاریم یا اسم آقای موسوی رو میاریم برای اینکه بیشتر مورد بحثن در مورد خیلی از افراد داریم قضاوت بشه تصمیم گرفتیم با موسوی مخالف باشیم بعد میریم براش مستند جور میکنیم اصلا هم حاضر نیستیم مثلا مخالفت با موسوی مخالفت با پهلوی نه چه اشکال نداره اما حاضر نیستیم بگیم خیلی خب نمره موسوی مثلا 6 نمره پهلوی 7 نمره پهلوی 5 نمره پهلوی منفی 5 نمره واحدی منفی 240 حاضر نیست فقط دنبال این که ثابت کنیم نمره پهلوی منفی 5 یا من... نمره موسوی مثلا منفی 6 دنبال این هستیم و متاسفانه تا این باشه من تصورم اینه که به جایی نمیرسیم اما چیزی که من رو امیدوار میکنه تحولاتی که در سال 1401 در داخل کشور اتفاق افتاد و نوع برخوردی که جوان ها میکردن در تظاهرات من رو یه مقدار زیادی خوشحال کرد که پابند این حرفای ما نیستن ببینید دیگه جمله آخر بگم از فعلا دوستان دیگه صحبت کنن من بارها گفتم به نظر من شعارهایی در سال 96 و 98 تحت عنوان رضا شاه رو شاد داده میشد من نشانه نمی بینم که ببینم مثلا گرایش مردم به اون تفکر یا به اون شعار یا به اون علاقه مندی یا به اون نوستالژی کم شده اما جوانهایی که داخل کشور در تظاهرات 1401 شرکت میکنن انقدر هوشمند بودن که در کمتر تظاهراتی دید دیدیم که شعار در مورد پهلوی بدن در مورد رضا پهلوی یا در مورد رضا شاه بزرگ برای اینکه احساس می‌کردن این شعار میتونه تفرقه انگیز باشه یه عده‌اش مش موافق نیستن این هوشمندی بچه‌ها من رو یه مقداری از ناامیدی‌هایی که این بردارم ایجاد میشه خلاص میکنه و امیدوار میکنه و مطمئنم که چون تصمیم گیری نهایی اونا هستن ما خیلی بتونیم ثابت کنیم دنبالشون بعدون حالا آقای دکتر قاضیان گفتن که یک رهبر سیاسی نباید دنبال دیگران بره باید دیگران دنبالش بیان برای من حداقل اون گفتمانی که در داخل کشور هست بیشتر جنبه رهبری داره تا بعضی اشخاصی که خودشون رو مد... خودشون رو در جایگاه رهبری میبینن و خیلی ادعا دارن خیلی متشکرم ببخشید خب دوستان خاص نباشید همونطوری که عرض کردم آقای ایمان سلیمانی امیری هم در اتاق حضور داشتن ابتدای این محتوا همونطوری که بهتون گفته بودم مربوط به به نوعی مربوط به موضوع مورد بحث بود اما با حضور ایمان سلیمانی امیری و سوالی که یکی از هزار از طرف آقای ایمان سلیمانی امیری از آقای واحدی میپرسند و مطرح میکنن ناخواسته بحث به سمت دیگری کشیده میشه و این مناظره خیلی داغ هم شکل میگیره از این قسمت به بعد ما وارد مناظره آقای واحدی و ایمان سلیمانی امیری میشیم آقای علیرضا نامبر حقیقی هم در قسمت های از این مناظره گفتگویی با ایمان سلیمانی امیری البته دارند بریم ما هم دیگه گوش بکنیم در پایان من خدمتون خواهم رسید یک سوالی رو جناب آقای سلیمانی امیری مطرح کردن خودشان آمدن روی استیج ولی تشریف بردن و از من خواهش کردن که مشخصا از جناب آقای واحدی بپرسم این سال رو من این سال رو عنوان میکنم کنم خودم هم یه مطلبی رو میخواستم ارائه بدم که در قالب سال حالا یا دکتر قاضیان عزیز یا جناب واحدی هر کدام هم پاسخوی سال خودم باشن ممنون میشم. اول من سوال جناب آقای سلیمانی امیری رو مطرح میکنم ایشون سوال کردن مشخصا از آقای واحدی که جناب آقای واحدی روزی که من وکالت را انحراف و بر هم زننده اتحاد دانستم شما موافق وکالت بودید الان چگونه متعجب هستید از عدم اتحاد این حجم از تناقض کمی عجیب به نظر می رسد. ریشه عدم اتحاد از همین نطفه ها منعقد می شود. وکالت نطفه انشقاق بود اگر ممکنه جناب باید این رو پاسخگو باشه من واقعا ارتباط بین مسئله و همدیگه نفهمیدم که روزی که من وکالت میدادم آقای امیری اولا آقای امیری نگفتن که باعث انشقاق میشه ایشون تعریف حقوقی از وکالت مطرح کردن فراموش کردم من یادآوری کنم بهشون ایشون یک تعریف حقوقی از وکالت مطرح کردن و بر اساس اون تعریف گفتن وکالت مفهوم نداره به شاه رضا پهلوی این بود اصلا بحث انشقاق و اینها نبود زمینی که حالا ایشون گفتن انشقاق مگه من الان دارم اعتراف میکنم که وکالت باعث انشقاق شده من دارم بحث کلی مطرح میکنم میگم طرفدارانی از شاهزاده طرفدارانی از آقای موسوی طرفدارانی از اصلاح طلبان طرفدارانی از گروه منشور باعث انشقاق شدن دلیلش هم اینه که بسیاری از این افراد اصلا قائل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند یا اگر سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخوان به دلیل ایران دوستیشون نیست به خاطر منافع شخصی این برداشت ممکن اشتباه باشه من ارتباطی بین این و وکالت نمیبینم من وکالتم هم همچنان پا بر اون شواهدی که گفتم بر اون اون که گفتم پسم نگرفتم اما در همونجا هم گفتم این وکالت نه برای رهبری نه برای گفتم دوره گذار ما نیاز داریم یک نفر میتونه همونجا هم گفتم من دارم تشویق میکنم دوستان دیگه بیان انجام بدن اگر اکثریتی همون برید حرفای من هست دیگه من که دل... اه... نیاز ندارم حرفمو تکسی بکنم گفتم اگر اگ... من خودم تشویق میکنم دیگران هم بپیوندن چون تصور میکنم ببینید دوستان میتونید ولی من استدلالم اون موقع گفتم یادم هم از خوشبختانه حافظه خوبی هم دارم گفتم من برداشتم اینه که شاهزاده رضا پهلوی نسبت به سایر نهله های اپوزیسیون توانمندی بیشتری برای جمع کردن گروهها ها کنار همدیگه داره نه برای ایشون ادعای رهبری کردم بارها و بارها اینو تکرار کردم همین تو همین اتاق گفتم گفتم ایشون رو محبوب ترین میدانم اما نه کارآمدترین ابا هم ندارم از گفتنش معنیش نیست که باقی خیلی کارآمدن داره دیگران داریم می‌بینیم اما اینکه ما بگیم ایشون گفتن بحث وکالت باعث انشقاق میشه نخیر تا که از ما با هم رو در رو بحث داشتیم توی اتاق ایشون تعریف حقوقی از وکالت ارائه کردن گفتن بر اساس این تعریف که من گفتم این تعریف شما رو قبول ندارم گفتن بر اساس این تعریف وکالت به شاهزاده مفهوم نداره بحث این بود دوم اگر واقعا قراره که ما بالاخره باید تکلیف رو روشن کنیم میخوایم بحث علمی و آکادمیک و تئوریک بکنیم یا نتایج بحث هم برای مهمه من از آقای امیری سوال میکنم چون ایشون سوال کردن آیا واقعا وکالت به شاهزاده کسی مشخصی بود یا قبول داشتن یا قبول نداشتن کسانی هم که به شاهزاده وکالت دادن نگفتن که هر کس به شاهزاده وکالت نمیده باید بره به قبرستان تاریخ بپیونده اون بیشتر انشقاق ایجاد میکنه یا سیخکی به مذهب مردم فوش دادن من که دارم موازمو در مورد مذهب خودم میگم ولی اگر انشقاق بده میخوام بگم در جامعه ای که بالاخره درصد قابل توجهش هنوز پایبندی مذهبی دارن سیخکی فحش به مذهب دادن بیشتر انشقاق ایجاد میکنه یا اینکه یه نفر به شاهزاده بکارت داده طوری هم بکارت که بگی آقا اونایی که بکارت نمیدن محترمن اما من توصیه بهتون میکنم بکارت بدید هست میگم حرفای من هست خوشبختانه من نه توییتامو پاک میکنم نه اینستاگرامو پاک میکنم ویدئوام هم که هست هزار خورده ویدیو من هم هم دارم همش هست حتما مگه اگه کسی اونایی که منو تعقیب میکنن دونه دونه ویدیو منو حفظن که کجا چی گفتم برید ببینید من چی گفتم اما خواهش میکنم جوش انشقاق رو نزنید خیلی جوش انشقاق اگه میخواستید بزنید بی جهت بله ب... ما مثلا که خیلی خب بحث مذهبی خیلی از افراد گفتن منم گفتم من که بارها گفتم دوستان از مذهب امروز به نچ رسم نباید از عرصه سیاست بری کنار حتی گفتم تو خونه هم نباید تو پس توی خونه هر کس مذهبی که خودم گفتم یکیشم خودم حالا شما ممکن بگی که بی سواد ممکن بگی هرچی من به دلیل خودم یه گرایش مذهبی دارم اما حتی به دختر خودم تحمیل نمیکنم بحث مذهبی مون آیا در شرط فعلی مشکل ما یعنی اگر الان یعنی شما به من بفرمایید چند درصده مگه فاطمه سپهری مذهبی نیست فاطمه سپهری به صد تای منو ببخشید اینطوری میگم شمس و سلیمانی امیری میارزه برای مبارزه با جمهوری اسلامی اونم مذهبی دیگه گوهر عشقی مگه تا یک یه سال پیش مذهبی هم مذهبی فقط اجازه برداشته گوهر عشقی موثرتر یا بنده خب اگر یه موقع شما آقا من برام نتیجه کار مهم نیست خب منم میگم نکته مهم نیست اگه میخواین اینطوری بگی من میگم من تشخیص دارم به شاذار بکارت بدم اما اگه شما میگید کارت باعث انشقاق میشه به خودتون تعصب بده که هر چی میخواین اینجا بنویسید اشکال نداره ولی برید تو اطرافیان رو خودتون بچرخید تو شهر خودتون بچرخید تو روستای خودتون بچرخید ببینید که ایده اصلا مهم نیست چند درصد اما یک واقعیت وجود داره این مذهبی ها تا پای جان برای اعتقاد شما میسن وقتی اگر احساس کنن که جمهوری اسلامی با همه بدیاش حامی مذهبشونه و بنده آقای سلیمانی امیری اومدیم که مذهبشون از بین ببریم مطمئنا میرن تو صف جمهوری اسلامی حالا این کار به نفعه برید انجام بدید خیلی متشکرم من به این نکته اشاره بکنم که خب بحث توییت مطرح شد چون من یه توییتی نوشتم در اتاق آقای آزادمنش این بحث مطرح شد حتی سوالی هم آقای واحدی عزیز فرم بودن که شما اجازه بدید من توییتو بخونم اصلا من اشاره کردم برای انقلاب و دوران گذار نیاز به وکالتنامه نیست بلکه شرکت نیاز است آیا در بین پادشاهی خواهان کسی قائل به درک بدیهیات هست یا هدف انحراف و انشقاق انقلابیون است اتفاقا جناب وایدی از من این پرسش رو داشتن که چرا بدیهی منم عرض کردم انقلاب یک پدیده ای است که نیاز به مشارکت همه داره و سعی کردم این مسئله وکالت و شراکت رو از منظر حقوقی به بحث بنشینید که در شراکت نامه هر کسی بسته به توانایی خودش در یک امری مشارکت میکنه یکی مال میاره، یکی توان بدنی میاره، یکی تجربهش رو میاره و انقلاب یعنی همین سرمایهدار ثروتشو رو میاره، نیروهای میدانی، نیروهای تئوریک رهبران، هر کسی مشارکت میکنه نیاز به وکالت نامه نداره نظام نمایندگی مجلس مبتنی بر وکالت نام است چرا؟ من این را همون اونجا مطرح کردم شما در یه منطقه جغرافیایی یه تمایلاتی دارید نمیشه که صد هزار نفر بریم در داخل مجلس به یه نفر وکالت میدیم که شما برو سخنگوی ما باش مسائل سیاسی مسئله نمایندگی رو به نظام وکالت تشبیه میکنن اما کسی نیومده انقلاب رو به وکالت تشبیه کنه بلکه انقلاب نیاز به شراکت این مسئله بود که عرض کردم چون جوادی فهمیدند بعد چرا بدیهی است من عرض کردم به این دلیل بدیهی است که انقلاب تمثیلی از شراکت نه وکالت اما مسئله در اینجا اینه که وقتی قرار یک اتحادی شکل بگیره یک قرارداد یک منشوری نوشته بشه پنج نفر وقتی قرار واردی مسئله بشن دیگه تبدیل میشه به یک امر حقوقی یعنی منشور دیگه افراد جدا نیستند متفرق نیستند خود این دوستان اشاره میکردن اجازه بدید وقتی انقلاب پیروز شد حالا صندوق رأی میذاریم مشخص میشه آقای الف چقدر رأی داره خانم به چقدر رأی داره آقای شاهزاده چقدر رأی داره بسیار عالی اما چرا ناگهان گروهی آمدند و بحث وکالت رو پیش کشیدن در حالی که اگر واقعا میخواستن وکالت بدن زیبنده این بود که به اون جمع وکالت میدادن به عنوان یک تشکل حقوقی نه به عنوان یک شخص حقیقی امروز اگر ما در مقام آسیب شناسی هستیم باید ببینیم چه روزی دفاع کردیم وقتی از یک پدیده دفاع میکنیم امروز باید ببینیم نطفه های این انشقاق از کجا آغاز شد حالا بعدش همینجور ادامه پیدا کرد دیگه جناح بندی ها شد و فهاشی به این و اون شروع شد و داستان های دیگر روی صحبت من این نیست که چرا اون سلطنت طلب پادشاهی خواه چون چون جناح حزبیش مشخصه مشکل من با عزیزانی است که فراحزبی تحلیلگرن اما خب دوچار اشتباه محاسباتی میشن من اگر یه پادشاهی خواه میگفت نه خیلی من وکالت رو قبول دارم ناراحت نمیشدم چون او قطعا به دنبال اینه که رهبرش رئیس حزبش با دیگران اعتلاف نکنه اما جناب واحدی در یه مقامی است فراحزبی مگر ایشون بگه من پادشاهی خواهم که اون داستان فرق میکنه بهشون حق میدم از وکالت دفاع کنه. این نکته اول بود که خواستم عرض کنم که واقعا در مقام آسیب شناسی یه مقدار مواد به کارنامه خودمون هم نگاه بکنیم دومین دو مسئله این که جناب واحدی اشاره کردن که خب ما چرا به دنبال انشقاق نیستیم به مذهب مردم کردیم؟ حالا این من نمیدونم چه موضوعیتی به بحث ما داشت ولی دلیل این که ما به مذهب میپردازیم اینه که همان چیزی که امروز شما به دنبال اون هستید از نقد مذهب میاد دموکراسی، حقوق بشر و بسیاری از این اموری که من و شما به دنبالش هستیم در جهان غرب بدون نقد مذهب به وجود نیامد اگر سوابق این مبارزات رو نگاه بکنیم میبینیم آنچه که ما به دنبالش هستیم حاصل زحمات روشنگران و فیلسوفان و اندیشمندانی که سوزانده شدن شکنجه شدن تا جامعه به بلوغ برسه وگرنه چرا در اروپا کسانی موجب ناراحتی مسیحیان شدن خب سیخونک نکنید حالا آقای واحدی فرمودن به مردم مثلا منو فوش میدهید من نمیدونم آیا من فوشی دادم یا نه ولی آن چیزی که جناب واحدی همه ما به دنبالش هستیم نیازمند یه مقدماتی است بله همه ای ما یک اتومبیل خوب میخوایم اما قبلش باید زحمت بکشیم کار بکنیم پولی به دست بیاریم بعد سوار یک ماشین لوکس بشیم هممون خانه میخوایم اما قبلش باید شغلی داشته باشیم زندگی تشکیل بدیم و بعد صاحب خانه بشیم اینکه در جهان غرب حقوق بشر هست مگه در مسیحیت حقوق بشر وجود داره مگه در یهودیت حقوق بشر وجود داره مگه در اسلام حقوق بشر وجود داره نه اگه دموکراسی از دل این اعتقادات بیرون اومده نه مبارزه شده بنابراین من ارزی ندارم امیدوارم که در آینده هم بتونیم مسائل رو به نحوی پیش ببریم که برای جامعه ما مفید باشه ممنونم من تعجب میکنم ایشون از اهانت ناراحتن بعد از این جمله خودشون که آیا کسی در بین مشروط خواهانیست که این درک را داشته باشد ببینید ایشون خیلی شبیه با اینکه 100 درصد در جناح مخالف آقای دکتر سروش هستن خیلی, خیلی شبیه آقای دکتر سروش رفتار میکنن آقای دکتر سروش میاد هر چی اهانت میخواد به دیگران میکنه حالا در مونتا خیلی معدبانه خیلی با کلمات شیک و پیک و بعد گله میکنه که چرا فلان کس به من اهانت کرد؟ آقای سلیمانی من میتونم در مقابل اون توییت شما این توییت رو آیا این درک خیلی سخت است که در شرایط کنونی صحبت در مورد مذهب مردم میتواند تواند مذهبی های مخالف و حکومت را براشفته کند و آنها را در کنار حکومت قرار دهد آیا از درک این بدیهی ما قافل هستیم من هم میتونم می اینو بگم که معتقدم این خیلی بدیهی تر از اون که شما میگید حداقل به فهم من از نظر من اینکه شما میگید اون وکالت ب... نیست شراکت از نظر من حداقل بدیهی نیست طبعا. طبعا نظر شما برای خودتون و برای دیگران هم محترمه اما از نظر من این جمله که خودم میگم بدیهی تره که در شرایط فعلی ما داریم افراد مذهبی که بسیار از جان گذشته تر از من حاضرن برای سرنگون جمهوری اسلامی کار بکنن شما میگی که نه هدف من سرنگون جمهوری اسلامی نیست سرنگون اسلام خیلی خوب اون یه بحثه میتونیم این کار بگی یا کسی شما رو هر کسی بگه اما اگر فکر میکنیم حتی علت قوام اون دینی که ما ازش ناراحت هستیم اون مذهب یا مذهب تحریف شده یا واقعی که ازش ناراحت هستیم یکی از دلایل قوامش وجود جمهوری اسلامیه و اگر من معتقدم که افراد مذهبی یکی از عوامل مقوم این نظام هستند به جایی که اونها رو تحریک کنم علیه براندازان میام از کنار خیلی مخفی کارم نمی کنم دروغم نمی نمی من بگم هر جمعه نواز آقا بنده معتقدم مذهب باید بره در پستوی خانه ها ولی نه کاری دارم که اون کسی که تو هند گاو پرست یا آلت پرست یا کسی که اینجا مسلمونه به من چه ربطی داره من این رو عرض میکنم اما اگر قرار میگم بگی ما ما دوره زندگی ماها کوتاه هست چل پنجاه سال شست سال هفتاد سال،, 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 سال ما بایستی برای تاریخ کاری بکنیم ما باید این شر اسلام رو از سر مسلمین و مردم کوتاه کنیم اون یه بحث دیگه است اما من دقدقم اینه که جمهوری اسلامی بره جمهوری اسلامی اتفاقا در همین راستای رفتن جمهور اسلامی هم حرفایی که باید بزنم و در... تا حدی میزنم اما نه جوری که کسی احساس کنه که اگر فردا جمهور اسلامی رفت هر کسی یه جا نماز بخونه پنج دقیقه بعدش از درخت آویزانه من نمیگم آقای امیری فرمودن آقای امیری تو نمیگن اما ادامه ای این مباحث دوستان ببینید داره به کجا میره اصلا من عرض میکنم میگم یه موقع شما آقا الان اگر ما علیه مذهب نگیم باعث میشه که انقلاب پیروز نشه ما اتفاقا برای پیشبرد این انقلابی که جمهوری اسلامی که تقویت کننده همون مذهب و دین هست ما برای این انقلاب پیش بره کاری به مذهب مردم نداریم شما میگید آقا درخر همین مذهب اتفاقا باعث شده که انقلاب نشه اینو به من بگو بسیار خوب با هم بحث میکنیم اما من به این در نرسیدم و معتقدم در برابر اون بدیهی که شما میگید این بدیهی وجود داره که آیا درک این بدیهی سخت است که تحریک عناصر مذهبی خل... مخالف حکومت در شرایط فعلی به ضرر براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی است از نظر من این بدیهیه. ممکن شما بگید بدیهی نیست خیلی متشکرم عزیزم مسئله اینه که بله انشقاق ایجاد میشه خب خیلی از مسلمانان ممکنه ناراحت بشن اگر میکروفونتون جواب بدی عزیز لطف فرمایید ممنون ولی ما مجبوریم یعنی ما وقتی میخوایم به دموکراسی برسیم وقتی میخوایم به حقوق بشر برسیم باید یه سری باورهای غلط رو بشکنیم چون برای ما رسیدن به یک ارزشی اهمیت داره برای انقلاب هم اتحاد ارزشه اما انشقاق در اون فایده ای نداره یعنی ای تفاوت اینجاست که ما برای ارزش ها تلاش میکنیم طبیعیه که باید بسیار از اون باورهای غلط رو کنار بذاریم حالا ممکنه خیلی ناراحت بشن اما برای انقلاب نیاز به اتحاد داریم و انشقاق اونجا ضربه است وگرنه مگر اینکه شما بگید بفرمایید بگید بله من میخوام فقط جمهوری اسلامی بره یعنی یه چرخش نخبگانی صورت بگیره یعنی سید علی و دارو دستش برن یا آقای دیگه ای بیاد اما ارزش دیگه همون باشه و ما که دنبال این نیستیم که فقط یه استبدادی با یه استبداد دیگه عوض بشه حالا یه جمهوری خواهی بیاد در مقام جمهوری اما عین پادشاه باشه عین آقای خامنه‌ای باشه من دنبال چرخش نخبگانی نیستم من دنبال تثبیت ارزش‌های مدرنم ارزش‌های جدیدم به همین دلیله که برای من جمهوری اسلامی قطعا باید برود اما ارزش‌های جدید بیاد و مجبوریم اینها رو بیان بکنیم مگر اینکه شما بفرمایید نه ما از روش آقای خمینی استفاده میکنیم خودعه میکنیم یعنی برای اینکه مسلمانان ناراحت نشن میگیم نه خیر تمام عقاید شما محترمه اینه اونه اینه و زمانی که قدرت گرفتیم حقوق بشر میاریم نمیدونم همین چیزایی که سلیمانی گفته میاریم و حالا اون موقع اگر ناراحت هم شدن سرکوبشون میکنیم خمینی هم همین طرفو میزد میگفت همون جمهوری که فرانسه هست همین حقوق بشری که دنیا میگه اما زمانی که آمد چه کرد یه جوری دیگه رفتار بنابراین طبیعی برای رسیدن به ارزش های مدرن من معتقد هستم که باید نسبت به ارزش های سنتی یه نقد هایی داشت من دیگه وقت عزیزان کارم خود هست نه خوشبختانه آقای سلیمانی امیری رو لو دارن که اگر نه 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 خود از کارتون ها گفتم مگر اینکه این راهی که خمینی رفت یعنی روز اول هیچ حرفی نزد از منویاتش اما بعدا قدرت گرفت چیز دیگه گفت من وسط فرما شما نمیپرم که مردم بشنوام استفاده کنن شما اجازه بدید که حرفای من دوستان بشنوام ببینید شما میگید مگر بخوام روش خمینی خالص ب... 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 گفتم شما روش های دکتر سروش رو پی میگیرید دیگه مثلا خیلی مؤدبانه میگید دوست عزیز شما یه جمله رو فقط خوب شد فرمودی گفتید که ما یعنی وا امثال واحدی میخوان که به مردم بگن با مذهب کاری نداریم وقتی که رفت بعد بیان همه مذهبی سرشون ببرن پس یعنی طرح شما اینه که مذهبی با سرش برده بشه شما میگید الان ببریم که خود نشه واحدی که بعدا اما من حرفم چرت نزدم دوست عزیز من عرضم خدمت شما اینه که اگر بخوام اینطوری به هم دیگه لیبل بزنم من میگم که برای آقای سلیمانی امیری برای اینکه به اهداف خودش برسه مهم نیست که چند سال دیگه جمهوری اسلامی بمونه چند تا جوان دیگه کور بشن چند تا جوان دیگه کشته بشن چند نفر از بیکاری دق بکنن چند نفر خودکشی کنن چند تا دختر به فساد کشیده بشن سن اعتیادش 10 سال چون شما میگید ما باید ریشه حل کنیم ریشه حل کردن که جمهوری اسلامی سالهای سال بماند بکشد کور بکند تجاوز بکند مال مردم رو بخورد بخش از کشور رو ببخشد معنیش اینه. ببینید اگه میخوام تا صبح از این بحث با کنم من عرضم دو آیه سلیمان امیری بحث من شما بحث رو عوض کردید شما میگید اومدید گفتید که واحدی اون روز که به کارت داد انشقاق ایجاد کرد گفتم بحث شما با من اصلا بحث بر سر انشقاق نبود شما یک تفسیر حقوقی از وکالت اشاره کرد ارائه کردید که من گفتم اون تفسیر رو قبول ندارم همونجا هم مبانی خودم رو برای وکالت رو گفتم گفتم وکالت هر لحظه قابل عزل همینا رو توضیح دادم گفتم تشخیص من اینه و بعدم گفتم حالا میگن 400 هزار تا آقا دیگران چند نفر جمع کردن من که وکیل مدافع شاهزاده رضا پهلوی نیستم هیچ چم به من نمیماسه من ب... همونجا هم گفتم آقا اگر تشخیص من اینه اگر تشخیص شما هم این هست بیاید کمک کنید 400 هزار تا بشه 4 میلیون نه نمیخواد مهم نیست اصلا نشد مگه ما گفتیم اتفاقی افتاده دوست عزیز بحث بر سر اینه که شما یک بحث حقوقی رو کشوندید به اینجا که واحدی که اون روز میگفت انشقاق نباید بشه چه انشقاقی ایجاد میکنه اتفاقاً من معتقدم بسیار از افرادی که ادای اتحاد در میان دارن انشقاق ایجاد میکنن و بعد سوال من از شما این بود که ببینید دوست عزیز نمیشه که از این شاخه به اون شاخه بپریم اگر فقط باید استریت نگاه کنیم به اهداف بلند مدت کاری به طبعات و های پیرامونی نداشته باشیم شما اگر از انشقاق نمی ترسید که با مخالفت با مذهب دارید انشقاق ایجاد میکنید انجام به دشکان نده کار ارزشمندی هم هست یعنی میگید آقا از نظر من جمهوری اسلامی 50 سال دیرتر سرنگون بشه بهتر از این است که مردم فریب مذهب بخورن اینم یه حرفیه ولی من میگم اتفاقا جمهوری اسلامی هست که باعث میشه 50 سال تمدید بشه نظر متفاوت دیگه پس بحث انشقاق یک شما یه جا بگید آقا من میخوام اصولگرایی هستم که میخوام اون مبانی که بشه اعتقاد دارم حفظ بشه ولو اینکه عده قول شما ناراحت بشن اما من میگم فقط یه عده ناراحت نمیشن این یک ای عده ای که ناراحت میشن باعث قوام جمهوری اسلامی میشوند که نقض هدف شما هم هست شما با این اختلاف دارید حالا آره شما که آقا نه از نظر من بله این یه حرفه میتونه حرف درستی هم باشه بگی از در من جمهوری اسلامی 15 سال 20 سال 30 سال عقب بیفته در این 30 سال 5000 نفر کور بشن 50000 نفر کشته بشن 30000 نفر خودکشی بکنن 5 میلیون دختر آبا... فاسد بشن اشکال نداره ولی من میخوام به هدف اصلیم برسم اگر این باشه منم با شما هم زبان میشم ولی من چون معتقدم که جمهور اولا مردم غیر از اینکه باید درست فکر بکنن قبلش باید درست زندگی بکنن مردم برای یک لقمه نان الان گیرن من فکر نمی کنم دغدغه دق اصلا این باشه که اسلام باید بره زیر خاک یا اسلام باید بره تو آسمون بسیار از مردم شما میگید آینده کشور بله منم قبول دارم ولی مردمی که امروز گیر یک لقمه نان هستند مردمی که اینطور تحقیر میشن طرف میاد تلویزیون با وقاحت میگه که ما سوار خر مراد هستیم پیاده نمیشیم من میگم آقا مثلا علی چیکار کرد خب شما همون علی که شما میگی باعث شده که همین آدم سواره شما عوضی که اون فرد مذهبی که من شما بخوام یا نخوام علی رو قبول داره مخالف من شما نشه داره یه کارش آقا بگه خیلی خب جمهوری با همه گند و کسافتی که داره حداقل به دین من کار نداره ولی نه از رابرسن میخوان هر چی داره سر ببرن میگم تا اختلاف تحلیل من و شما اینه نه شما رو خود نکرده من مقرض میدونم نه نف... ت... حداقل به خودم ثابت شده که خودم مقرضم تفاوت دیدگاه من اینه که من معتقدم که حتی برای اصلاح نگاه مردم به اسلام باید جمهوری اسلامی بره شما میگی نخیر اسلام بره جمهوری اسلامی هم میره منم میگم بله تا اونم مطمئن نیستم برای اینکه جمهوری اسلامی دوستان عزیز ببینید اینم اعتقاد اش... اشتباه گفتم بگم جمهوری اسلامی لازم باشه با چین میسازه دوستان با کمونیستان میسازه با هم جنس گرایان کنار میاد با اسرائیل کنار میاد یعنی که حکومتش بمونه آقا خمینی گفته برای حفظ نظام نماز را هم میشود تعطیل کرد شما فکر جمهوری اسلام دغدغه اسلام داره اسلام یه ابزار برای جمهوری اسلامی هر روزم لازم شد این ابزار میذاره مدت مردم خوش میشن میاد یه مدت حجاب رو تعطیل میکنه مردم کیف میکنن فکر کنم اصلا دغدغه اینا رو داره جمهوری اسلامی من میگم اگر معتقدیم اسلام این بازیگری های اسلامی باید بری کنار بایستی جمهوری اسلامی برود و از نظر من به کسی خودم اینجا نشستم خیلی اینو خودشیفتگی و از خود راضی بودن میدونم که من اینجا نشستم دارم زندگی میکنم بگم گور پدر اون جوونی که تو ایران داره کور میشه من فعلا اولویتم از بین رفتن اسلامی که به نظرم ریشه جمهوری اسلامیه اوز مگه من جسارت به شما نداشتم ولی نظرم رو گفتم من خواهش میکنم بحثمون رو مشخص کنیم این که شما میاید در چتروم یه بحث رو مطرح میکنید که ارتباط با هم نداره واحدی که اون روز با وکالت انشقاق ایجاد کرد حالا از انشقاق صحبت میکنه این به نظر نه بحث علمیه نه بحثی که برای کسی فایده داره خیلی متشکرم بحث حوزه دینی رو با انقلاب و علوم سیاست بعضی موقع ها من فکر میکنم یه <تصفح> مقدار توجه ندارم گفتم بهشون ببینید فرض کنیم که وقتی که شما نگاه کنید به ساختارهای انقلابی تمام انقلاب ها عمدتا بخصوص در کشورهای جهان سوم حالا انقلاب تو اسکل بزرگ خیلی کم داریم اینا همش میره به سمت اقتدارگرایی یعنی ماشین دولت به ماشین قدرتمندی میشه و تب... طبیعتاً خیلی تجربه دموکراتیک از توش در نمیاد ربط به این نداره که دینی باشه یا غیر دینی باشه یعنی مثلا مگر در چین مثلا دینی بوده نه یعنی میخوام بگم بخش فهم به منطق انقلاب ها یه نکته نکته دوم ایران فقط دین نیست در رژیم های نفتی این بحث اقتدارگرایی خیلی قدرت میگیره برای که دولت به به مردم نیازی نداره به لازم منابع اقتصادی دین یکی از کاورهای این مسئله هست که تاثیر داره اما همه مسئله نیست آیا امیری توجه ندارم بعد تغییر در فرهنگ اجتماعی و اجتماعی یه کار طولانی مدته کار نیست که شما فوری بخواید انجام بدین توی اروپا هم چندین قرن طول کشیده یعنی شما نگاه کنید ارزش های حقوق بشری خب خیلی هاشون توسط با تغییر اجتماعات اتفاق افتاده یعنی نبوده که یه دفعه انجام بشه دیوی سی سال طول کشیده و بنابراین این چیزی که ایشون میگه چیزی نیست که در ارتباط با یه برنامه باشه که فوری شما فرض کنید با چالش های رو جدی رو به رو هستید که خب کشور تو خطره تغییرات فرهنگی روال دراز مدت داره که باید بهش توجه کنید بعد این هست که اون بخش مذهب مثل هر چیز دیگه‌ای ای دولب است یعنی جنبه مثبت داره جنبه منفی هم داره شما نگاه کنید اون من گفتم بهتون در اروپای شرقی در لهستان جنبش هم بستگی خیلی استفاده کرد از بحث مذهب کاتولیک در بسیج نیروها یعنی دو دوبره است شما نمیتونید استفاده کنید بسیاری از افراد مذهبی ممکنه با همون شاخص های مذهبی اقداماتی کنند برای تغییر سیاسی و اتفاقا خیلی پایمردتر باشن و جدیتر باشن برای تغییر بنابراین شما نمیتونید این بخش نادیده بگیرید اون چیزی که م... مشکل هست اینه که سیاست بخواد در مذهب بخواد سیطره سیاسی داشته باشه و اون ارزشهای خودش رو حقنه نکنه به عنوان منطق کلی حاکم وگرنه ممکنه شما بسیاری از نیروهای مذهبی داشته باشید با هم ارزشایی که شما فکر اصلا غلطه حالا ارزش اصلا اشتباه ولی با همون ارزش ها داره بازی الان شما نگاه توی آمریکا کلیسای اوانجلیکن یکی از نیروهای مهم توی بسیج آرا و نیروهاست اینا رو شما نمیتونید بگید یا حتی جورج بوش وقتی صحبت میکرد میگفت من ماموریت از طرف خدام دارم انجام میدم یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که شما الان شروع کنید فردا یه یه مسیری که طولانی ممکنه ده ها سال طول بکشه تا اون چیزایی که به نظر شما غلطه تصی بشه قطعا هر کار فرهنگی زمان بره من که منکر این داستان نیستم اگه انقلاب فرانسه شدنی بود اگر افرادی مثل روسو مونتسکیو دیدرو و دیگران نبودن اونا هیچ کنون انقلاب فرانسه رو ندیدن اما پیشتر از اون دهه ها صده ها کارهایی انجام دادن که بعد تبدیل میشه به یک شعاری که مردم رو زیل اون گفتمان جذب میکنه ما داشتیم چون این افرادی رو نداشتیم داریم نداریم بنابراین ارزمینه ما یک نیروهای سیاسی داریم که کارهای اجرایی انجام میدن کارهای میدانی انجام میدن که من در اون دسته نیستم اما یه ده افرادی داریم اینا کارهای فکری انجام میدن در همه انقلاب ها این گونه بوده عدیبانی بودن اندیشمندانی بودن فیلسوفانی بودن اونا هم به این مسئله اعتمام داشتن که کار فرهنگی در دراز مدت تغییر میکنه آنی و یک شبه نیست اما روی صحبت هم اینه ما وقتی میخوایم یه انقلابی رو انجام بدیم هم باید گفتمان اون هیئت حاکمه اون ایدئولوژیش رو که بهش مشروعیت میده باش توده سازی میکنه امت سازی میکنه رو نقد کنی و هم گفتمان خودمون رو غالب کنیم شما امروز وقتی صحبت میکنید از دموکراسی آیا یک اون شخص مسلمان ناراحت نمیشه؟ خب قطعا ممکنه ناراحت بشه بگه من با یهودی یکی هم حقوق من با همسر من یکیه اگر بحث حقوق بشر میکنیم مگه آزادی بیان جز حقوق بشر نیست شما به مرد مسلمان یا زن مسلمان گفتید که اگر فردا جامعه ما مبتنی بر حقوق بشر بشه همین سلیمانی امیری که الان یه اپلیکیشن دستش فردا میاد مدرسه دایر میکنه روزنامه داره یا نه ببین عرض من اینه ما اول باید اینا رو شفاف کنیم خمینی همین کار رو کرد گفت جمهوری اما مبهم بود گفت روحانیت نقشی نداره اما مبهم بود هیچ کس هم سوال نکرد از این آقا که چرا آیا این گفته شما با اون دیدگاه های شما منطبق هست یا نه من از زمینه بله بحث انقلاب انقلاب خیلی مسائل داره اگه بله بله. در جمدانبر منم موافقم که انقلاب خیلی مسائل داره ببینید اگر اجازه اگر انقلاب بخواید بکنید همه انقلابا بعدش جنگ دارن جنگ داخلی یا جنگ خارجی حالا من چون کلا پروژه انقلاب مخالفم به سیاسی ولی میگم شما اگه بحثش رو میکنید شما انقلاب ها مهمترین مشکلشون این که بعدش جنگ داخلی دارن یا جنگ خارجی این نکته اولش هم فرانسه داشته هم روسیه داشته هم چین داشته همه های بزرگ این مشکل رو دارن نکته اولش نکته دومش که انقلاب حتما ابهام درشه شما وقتی میخواید بسیج نیرو کنی اگر بخواید خیلی برید روی جگارگیری جزئیات قطعا نمیتونید انقلاب کنید. همه انقلابا مثل انتخابات غرب دیگه تو انتخابات غرب هم خیلی ها کلی گویی میکنن یا خیلی چیز میکنن برای که بتونن بسیج نیرو کنن اون چیزی که الان شما شما پروژه‌ای که دارید تعریف میکنید پروژه فکری در نقد آقا این گفتمانی که بر کشور ما حاکمه به خصوص موقعی که بیاد در حوزه سیاست قدرت بگیره این به طور جدی میتونه موانع جدی برای توسعه آینده آزادی کشور داشته باشه شما هدفتون رو گوشید چون موانع نقد کنید خیلی هم خوبه مشکلی هم نداره ولی اگر ازش شوش وقت بیاد بحث پروژه انقلاب و مطرح کنید اون دو تا م... یه موضوع دیگری است یعنی وقت من میگم انقلاب صد تا مسئله داره باید, باید شما بحث کنید ولی اینه جناب که شما بگید ببینید من به این مسئله واقفم اصلا بحث بر سر این بود ببینید جا وایدی اشاره کردن که وارد بحث های دینی شدن یا به نوعی تحریک کردن اینا اشتباس این اصل و اساس بود من ارزم اینه من که رئیس حزب و گروه دسته ای نیستم کار من کار فکری است دهه ها قبل از هر انقلابی افرادی آمدند گفتمانی رو ایجاد کردن من نمونه ارز کردم شما بگید انقلابها متفاوتن بله متفاوتن اما یه اصول مشترک دارن و اون کسانی هستند که خوراک و گفتمان انقلاب تولید میکنن ممکن است خودشون هم انقلاب ندیده باشن من نمونه روسو و مونتسکیو و لاک و اینها رو ارز کردم اگر شما معتقدید کار اونها غلط بوده خب یه بحث دیگه نکته دیگر این که رژیم جمهوری اسمی رژیم ایدئولوژیک و همین باعث میشه اتفاقا نقد ایدئولوژی اون حکومت اهمیت داشته باشه اما پروژه سیاسی با پروژه روشنگری ممکنه متفاوت باشه من که این رو منکر نیستم اتفاقا به همین دلیله که خود من وارد پروژه سیاسی نمیشم اما معتقدم برای رسیدن به معلفه های انقلابی و ارزش های امروزی ما نیازمند نقد ایدولوژی هستیم و جایگزین ارزش هایی در ایدولوژی که خودمون میخوام یا فکری که خودمون میخوام. عرضی نیست ببخشید دوستان اگر بحثا دو طرفش زاهدان که تظاهرات میشه زاهدان تظاهراتش مذهبیه یعنی بعد نماز جمعه است یعنی به هر حال یه چیزیه که بیشتر از همه تظاهراتم ادامه پیدا کرده حالا اگر شما با این منطق شما بخواید بحث کنی اون فکری هم که تو اون مجموعه است با منطق شما حتما با ارزش حقوق بشر مسئله داره دیگه خب چرا جناب نامور این رو به مذهب تعمیم میدید اما به فقر و محرومیت منطقی برای نسبت نمیدید برای که نمی ات... معلومه از کجا شروع میشه لیدرش کیه بعد نماز جمعه هست لیدرش هم که صحبت میکنه مشخص که آدم مذهبیه و ادامه پیدا کرده یعنی الان تظاهرات جایدی متوقف شده برای تو زاهدان ادامه پیدا کرده و عنصر اصلیش هم اون عنصر مقومش هم به خاطری که مذهبیه حالا شما الان ایتون... برای آدمی که سیاسی نگاه میکنه خب اینو مثبت میبینه ولی با دید شما این یه چیز ارتجاییه دیگه اگه ما منطق شما بخوایم بکنیم چه ارتجاییه بله من یه نکته کوتاه عرض کنم ببینید دلیل اینکه لیدر جریان زاهدان یا سیستان و بلوچستان مذهبی است به دلیل اینکه حکومت به گرایش های دیگر و احزاب دیگر فرصت نداده طبیعیه در اون فضا یک روحانی به دلیلی که تیریبون داره میتونه صدا باشه اما قیام مردم بلوچستان فقط منعطف به مسئله مذهبه به هیچ عنوان بحث فقر مطرحه بحث محرومیت مطرحه یعنی اون مسلمان هم دنبال شغله احساس میکنه حکومت حق او بحث مذهب مطرح نیست اما جالب اینه که همون آقای مولانا عبدالحمید رو میبینید دیگه ما که دیگه کنه تفکر دینی اینها رو میشناسیم دیگه اما زمانی که میخواد بیاد صحبت کنه اینقدر اوریان از مسائل دینی صحبت نمیکنه به ظاهر هم اگه شده میگه من دموکراسی میخوام حقوق بشر میخوام و اینا میخوام خب این یه پیشرفته که لیدر یک جریانی با اینکه لباس و کسفت روحانیت داره اما باز هم به ارزش های غیر دینی داره تاکید میکنه خیلی مهمه به نظر من. بفهم من واقعیتش تعجب میکنم از نوع استدلال های آقای امیری باز برمیگن سر حرف اولشون اصلا بحث از اون جایی شروع شد که آقای سلیمانی امیری نسبت به انشقاق اظهار نگرانی کردن گفتن من اون روز گفتم وکالت انشقاق ایجاد میکنه ولی واحدی رفت انش... وکالت داد حالا چرا واحدی نگران انشقاقه؟ این نکته اول اون این نکته ایشون گفتن یک کاشین این نمی نمیزدن گفتن که من که اصلا کار سیاسی نمی کنم کار مذهبی می کنم پس این معنی کار فکری می کنم کار سیاسی انجام نمیدم پس آقای سلیمان امیری وقت حق دارن ادعای شک کنن که شما با یک ماموریت ویژه اون روز اومدید وارد عرصه وکالت شدید و تخریب کردید اگر شما قرار نیست کار سیاسی کنید چه کار داشتید به وکالت شما کار خودتون رو میکردید پس نگید من کار سیاسی نمیکنم شما هم کار سیاسی میکنید اصلا جمهوری اسلامی چاره ای باقی نگذاشته روزی که ما کار سیاسی بکنیم اما یک نکته در مورد زاهدان ببینید این که خیلی ب... به نظر من مناسب نیست که ما بگیم که حالا ایشون من یقین دارم حالا شما آقای سلیمانی امیری رو عرض نمی کنم بسیار از افرادی که امروز از آقای مولویات همه دفاع میکنن اگر کوچکترین فرصت پیدا کنن سرنگون میکنن فحال شه آقا اونم یک آخوند است بازم اونم اشکال نداره اما یه چیز من میفهمم حتی اگر تحلیل جناب سلیمانی امیری نسبت به موضوع زاهدان درست باشد که مردم حالا خوشبختانهشون گفتن فقط مذهب نیست نان هم هست پس پذیرفتیم که مذهب هم میتونه کمک کنه اما واقعا افتخار بر مردم سیستان و بلوچستان که انقدر عقل دارن که از عنصر مذهب استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی نه اینکه مثل من خدای نکرده بی تدبیری بکنن جلوی مذهب بیستن باعث تقویت جمهوری اسلامی بشن یه نکته دیگه ایشون گفتن که ما باید اون گفتمانی که جمهوری اسلامی میسازه که توده ها رو جذب کنه باش مقابله کنیم دوست عزیز امروز گفتمانی میرا مذهب در جمهوری اسلامی وجود نداره که تو در جد نمیکنه نیست توده ای رو جذب نمیکنه امروز اکثریت مردم فهمیدن که جمهور اسلامی مذهب براش وسیله است سیاست وسیله است لازم باشه ملی گرایی وسیله است انرژی هسته ای موشک نمیدونم فلان موشک قاره پیما موشک نقطه زن که نشاندن پهباد آمریکا اینا همش وسیله است برای یکی رو با غرور ملی تحریک کنه یکی رو با بهشت فریب بده و غیر از اما بحث من بر سر چیزی است من نکتم این بود اگر میگم اختلاف افکن چون شما نکتهتون اختلاف افکن بود اگر بحث اختلاف افکن بزنیم که اصلا بحثی نداریم آقا یک نفر نظرش اینه و محت... من اصلا میگم بالاتر از شما میگم شما حالا میگید که اصل برند روشنگریه من میگم اصلا شما فرض کنید یه نفر دیگه دیگه آقا من به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی سر پنجاه سال دیگه بمونه بهتر از دیگه مردم با مذهب خر بشن اونم یه نگاهه بسیار خوب اما این که ما بگیم من یقین دارم بسیاری از افراد نگاه مذهبی دارند مذهبی هستند و مخالف جمهوری اسلامی اما اگه یه جا احساس کنن که بین رژیمی که الان داره از مذهب استفاده ابزاری میکنه با حکومت آینده که قرار مذهبش رو از بین ببره بین یکی انتخاب کنن حتما همین حکومتی که استفاده ابزاری از مذهب میکنن انتخاب میکنن اگر شما فکر میکنید از دست دادن این آدم مهم نیست بسیار خوب اصلا من اعتراضی به شما ندارم اما چون شما تمرکزتون برای ایراد گرفتن از من بحث انشقاق بود بنده ارز میکنم انشقاق نیروهای یعنی در واقع منفک کردن نیروهای مذهبی داخل کشور که به هیچ وجه هم الان دیگه جذب گفتمان مذهبی حکومت نیستن دوست عزیز الان نیستن که شاید اول انقلاب فریب خوردیم و خوردن امروز هیچ کس در جمهوری اسلامی هیچ کس که میگم جزئی اقلیتی که حالا دیگه اونا چسبیدن به حکومت کارش نمیشه کرد ولی کسی حداقل جذب جدید به حکومت نمیشه بابت این گفتمان و بسیار هم اتفاقا حکومت باش دشمنان به خاطر که احساس میکنن دین و مذهبشون آبروشو برده ولی اگر همین وجود داره کسانی هستن که به مذهب پایبندن و یک تفاوت نسبی قائلم بین حکومتی که ظالم هست دیکتاتور هست جنایتکار هست فاسد هست ناکارآمد هست اما بنا هم نداره مثلا مردم از ببره ببین اصلا اینکه دوست عزیز ما داریم با مردمی با نگاه های متفاوت با سطح درک متفاوت برخورد میکنیم ممکن شما بگید آقا من مذهبو نمیخوام بر... از بین ببرم میخوام روشنگری کنم اما برون در واقع اون چیزی که ازش برداشت میشه بیرون چیه شما همینجا هم دارید میگی آقا از من اولویت با روشنگری در مورد مذهب بسیار خوب پس بحثی نداریم پس دیگه نگران انشقاق شما نباشید اگر این نگران ندارید من تمام حرف شما رو در بس قبول دارم اگر شما نگران انشقاق نیستید که شما از وکالت به قول خودتون میگید به خاطر انشقاق ایراد گرفتید شما میگید من کار سیاسی نمی کنم ولی کار سیاسی کردی. آقای سلیمانی امیری اگر شما وارد این حوزه نمیشید مطمئن باشید طرفداران شما الان به مراتب بیشتر میدونن برای شما مهم نیست طرفدار ولی شما روشنگریتون ارزش منتر بود اما شما وارد عرصه سیاسی شدید اما هر باشه از عرصه سیاسی میپرید من, من کار سیاسی نمی کنم کار سیاسی مگه غیر از اینه که شما بیاد بگید که شاهزاده وکالت نمیتونه بگیره در سیاست در عالم انقلاب ما وکالت نداریم شراکت داریم کار سیاسیه این کجاش روشنگری مذهبیه خیلی متشکرم ببینید بس پروژه سیاسی بود من خیلی آره میشناسم که خب در گروه های سیاسی وقتی عوض میشن دیگه بحث روشنگری کمرنگ میشه مجبور هستند به خاطر سیاست های حزبشون یا گروهشون اون بخش روشنگری یا اعتقادات خودشون رو بیان نکنن من به بحث پروژه سیاسی اشاره کردم نه اینکه در مورد سیاست رسد نکنیم نظر ندیم یا دیدگاهی نداشته باشیم خب دوستان خسته نباشید به پایان این محتوا رسیدیم این محتوا رو من سعی کردم که تنها اختصاص بدم به مناظره آقای واحدی و ایمان سلیمانی امیری علا اینکه این که همونطوری که عرض کردم موضوع مورد بحث اتاق چیز دیگری بود و در ارتباط با موضوع مورد بحث خیلی صحبت های جالب و تحلیل های به روزی انجام شد به خصوص از ناحیه آی دکتر حسین قاضیان و مشتبا واحدی که حتما در آینده بسیار نزدیک خدمتون تقدیم خواهیم کرد دم احمدتون گرم که همراهی میکنید خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود